یکی از قسمت‌های جذاب پاورپوینت که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیره، بخش مدل‌های سه‌بعدیه. داخل خود پاورپوینت کتابخونه‌ای از مدل‌های سه‌بعدی وجود داره که طبق دسته‌بندی‌هایی که براتون قرار داده می‌تونید هر کدوم از مدل‌ها رو که می‌خواید وارد بکنید و ازشون استفاده کنید. علاوه بر اون شما می‌تونید مدل‌های خودتون رو هم وارد محیط نرم افزار بکنید و ازش استفاده کنید. در ادامه می‌ریم با هم دیگه یاد بگیریم که چطوری می‌تونیم از این قسمت بهتر استفاده کنیم و با قسمت‌های مختلفش آشنا بشیم. برای استفاده از 3D مدل از تب اینسرت از قسمت ایلوستریشن وارد 3D مدلز میشیم. توی اینجا دو تا زیرگزینه برامون نمایش داده میشه. توی قسمت اول من به قسمت استاک 3D مدلز میرم. همونطوری که میبینید اینجا دستبندی های مختلفی رو براتون قرار داده که میتونید متناسب با کارتون ازشون استفاده کنید. تنوع زیادی هم داره این دستبندی ها. مثلا دستبندی حیوانات رو داریم، لباس رو داریم، فرنیچر داریم، مجسمه داریم و یه قسمتی هم داریم به اسم لوپولی یا پولیگان که در واقع مدل سازی هایی هستن که با تعداد اضلاع پایین ساخته میشن برای اینکه حجم فایل خیلی زیاد نباشه، که در مقابلش یه های پولی هم ما داریم و دستبندی های دیگه مثل دستبندی های زمستونی، فصل ها رو داریم، پاییز رو داریم، ساختمون ها رو داریم، دکوری رو داریم و خیلی قسمت های مختلفی که شما هر کدوم رو بخواید میتونید انتخاب بکنید. حالا من برای نمونه یکی از اینها رو انتخاب میکنم که ببینیم به چه صورتی است. من این دستبندی رو انتخاب کردم از دستبندی اسپیس یا فضا و میام این مدل رو انتخاب میکنم و وارد میکنم. همونطور که میبینید الان این مدل سه‌بعدی ما اینجا قرار گرفته و یک در واقع علامت جهتی هم داریم که با کلیک کردن و درگ کردن این مدل میتونیم اون رو به جهات مختلف بچرخونیم و هر جایی که میخوایم قرارش بدیم. شما هم میتونید این کار رو دستی انجام بدید، هم میتونید با استفاده از این ویو هایی که این بالا براتون قرار داده شده بیاین از اینجا انتخاب بکنید و به هر جهتی که میخواین اون رو قرار بدید. از این قسمت ببینید میتونید مثلا از بالا، از کنار، از هر قسمتی که بخواید میتونید این رو با حالت دقیق تری به این شکل قرارشون بدید. یه حالتی که اینجا وجود داره توی انتخاب مدل های سه‌بعدی، اگر که دقت کنید، من یک بار دیگه به این قسمت میام، اسپیس رو دوباره انتخاب میکنم. اگر به این مدل ها دقت بکنید میبینید که پایین بعضی از این تصاویر یک علامتی وجود داره که نوشته Animated 3D Model. این مدل ها خودشون به صورت آماده انیمیت شده و در واقع دارای انیمیشن هستن و وقتی که انتخابشون میکنید، مثل همینی که من اینجا انتخاب کردم، اگر دقت کنید میبینید که خودشون یک حرکتی دارن و دیگه نیازی نیست که ما خودمون بهشون انیمیشن بدیم. و اگر که به قسمت 3D Models بیایم، از این قسمت سیم حالت‌های مختلفی هم برای این انیمیشن قرار داده شده. مثلا اگر من سین 2 رو انتخاب بکنم، ببینید که حالتش به این شکل تغییر می‌کنه. حالت سوم و سین 4 که در حال دویدن هستش. از اینجا میتونید هر قسمت رو که خواستید پاز بکنید، نگه دارید روی حالت مدلتون رو یا بذارید که پلی بشه. از قسمت Reset 3D Model هم اگر نخواستید میتونید اون رو به حالت اولیش که وارد کرده بودید مدلتون رو برگردونید. یک بار دیگه من به این قسمت میرم و مدل های دیگر رو با هم دیگه در واقع امتحان میکنیم که ببینیم به چه صورتی هستن. مثلا از این قسمت این دسته Animated Models رو که انتخاب بکنید میبینید همشون انیمیشن دارن و مثلا اگر اینجا توربین رو انتخاب بکنید میبینید که این توربین هم اینجا براتون در حال حرکت هستش و میتونید باز این رو هم به هر زاویه‌ای که میخواید در بیارید و میتونید اینجا باز دوباره سین رو عوض بکنید. این از این زاویه هستش و مدل‌های مختلف سین‌های مختلفی هم دارن. بعضی از این مدل‌ها سین‌های بیشتری دارن و شما میتونید حالت‌های مختلفی رو باهاشون در واقع امتحان بکنید. من مثلا این دو تای دیگر رو هم اینجا قرار میدم. برای مثال این دوتا مدل رو هم آوردم که صحنه‌های بیشتری رو با هم دیگه ببینیم. اگر روی این مدل بزنیم تعداد صحنه‌هاش می‌بینید 11 تا مدل مختلف برای این داره.
که هر کدوم انتخاب بکنین میتونین اینجا قرارش بدین. یه قسمت دیگه ای که داره از اینجا پنن زوم هست، اگر روش کلیک بکنید یک علامت ذره بین اینجا براتون نمایش داده میشه. اگر روی این کلیک بکنید میتونید اون قسمتی از مدل رو که میخواید داخل کادرتون قرار بدین و داشته باشین، یعنی لازم نیست همه اون مدل رو هم توی صفحتون داشته باشین. هر قسمتش رو که میخواید میتونید انتخاب کنید، که مثلا کلش باشه یا زوم بشه و قسمت بیشتری از اون رو داخل کادرتون داشته باشین. من یک مدل دیگه هم بدون انیمیشن وارد میکنم. مزیت استفاده از این 3D مدل ها که ما تاکید میکنیم تا جای ممکن داخل ارائه هاتون ازش استفاده کنید چیه؟ من الان یک مدل سبودی میز اینجا وارد کردم که انیمیت هم نداره. اگر که بیام و این اسلاید رو یک کپی ازش بگیرم و اینجا یک کمی زاویهش رو تغییر بدم، با استفاده از ترانزیشن مورف میتونید انیمیشن های خیلی خوبی رو به راحتی تولید بکنید. علاوه بر اون اگر خواستید از مدلی استفاده کنید که داخل کتابخونه خود پاورپوینت وجود نداشت، میتونید از گزینه اول استفاده کنید و مدلی که خودتون در اختیار دارید، حالا مدلی که خودتون ساختید یا مدلی که جدا دانلود کردید رو وارد کنید و ازش استفاده کنید. من یک مدل آماده اینجا دارم، میخوام وارد بکنم که ببینید استفاده از اون به چه صورته. این مدل های سبودی از فرمت های مختلفی هم پشتیبانی میکنن، مثل FBX, OBJ, 3D و چیزهای مختلف که میتونین وارد بکنید و مدل خودتون رو اینجا داشته باشید. من اینجا یک میز دکوری از 3D Max دانلود کردم با فرمت FBX که این مدل هایی هستش که داخل خود کتابخونه وجود داره و تمام اون حالت ها رو برای این آبجکت هم شما میتونین داشته باشین. تمام اون زاویه ها و تنظیماتی که براشون گفتیم رو اینجا به راحتی میتونید برای مدل های خودتون هم داشته باشید. اگر از این مدل آموزش خوشتون اومده میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا به محتواهای آموزشی بیشتری دسترسی داشته باشید. در ضمن میتونید زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض انتشار پست ها از اون اطلاع داشته باشید. موفق باشید.